سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ میخواییم ریاکشن یه آهنگ بریم از رخ به نام ترمینال جروب. خیلی تعریفش رو شنیدم، خیلی توی دایرکت درخواست شد و کنجکاو شدم که بیام ببینم تا حالا از رخ یا نشنیدم کاری یا اگر شنیدم تو خاطرم نیستش، یکی دو بار شاید بیشتر نشنیدم، چیزی که مشخصه یادم نمیاد. کاورش خب برای لیبل ملیه، یه مسافر رو داره نشون میده که چمدون دستشه، اتوبوس های کم دورترن، یه حالت پرسپکتیف توریه و دیگه عرض کنم خدمتتون که چمدونش هم چرخاش رو هواست، یعنی یه حالت لشتوری داره میکشه چمدون دنبال خودش و فکر میکنم جالب باشه. بریم بشنویم ببینیم که چی خوندن، چی قراره بشنویم. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردیم ممنون میشم که سابسکرایب کنین، دکمه قرمز رو بزن و زنگوله کنارش هم بزن. خیلی چاکریم، میریم تو دل آهنگ. 1 2 3 نخوند، 1 2 3 یه لحظه ببخشید. آهنگش از سعید دهقانه، میکس و مسترینگ هم سعید دهقان، طراح کاورش هم هوب، تاریخ انتشار 27 شهریور 99، امروز دوم مهر بود، یعنی 4-5 روز گذشته ازش. بریم. آهنگ اولش یه جورایی تو تم فیلم‌های کیمیاییه. میخوام ای جایی بهت بگم که یه کتاب بی نهایت صفحه، ترمینال جنوب، اونجا که آدمای غریبه توشنم سفر، کش میاد غروب به نگاه سربازی که بیلیت یه شهر تو دستاشه، اختیار حقوق به نگاش پشمه. همین اولش باحال بود. من تالا الان که شنیدم متوجه شدم که رخ و تالا گوش نده بودم و چه بد، خیلی قوی شروع کرد اولش. و آهنگای دیگه‌ش هم اگر اینجوریه توی کامنت ها بنویسین که من اونارم بشنوم، فکر میکنم که باحال باشه. ترمینال جنوب رو به یه نمیدونم یه باحال تشبیه کرد، یه چیز قشنگی بود. زبان قاصره. بریم ادامه. زن مستن با اصای چوبی کنده کاری شده، با نگاهی که آلوده به بغض میپرسه پسرم کدومو تو بوس میره پا بوس، میگم بشین مادر صدات میکنه خودش، از دخترش که سرطانیه میگه پسرش میره پابوس، منظورش پابوس امام رضاست مشهد. باحال بود. تا اینجاش یه تمی که به من داد این بود که آدم های مختلف میان تو ترمینال، حالا ترمینال جلو فرق نداره هر ترمینالی، و همه میخوان برن یه مقصد، شاید یا شاید هم چند تا مقصد، میان اونجا یه شاهراه باشه یه همچین چیزی. سربازیه از شوهرش که ترد میکنه خودش، از دخترش که سرطانیه میگه پسرش که سربازیه، از شوهرش که تریاکیه واسه الباقی شکل کرمه کم میاد، اتوبوس های تاخیری جاده های که ارزا نمیشن، آدم ها عاشق رسیدنه مقصدشون تو چشا نمیشن، اتوبوس های تأخیری جاده هایی که ارزا نمیشن، آدم ها عاشق رسیدنه مقصدشون تو چشا نمیشن. اتوبوس های تأخیری باحال بود. این تشبیهش هم باحال بود که اتوبوس و جاده رو به یه چجوری بگم میل جنسی تشبیه کرد، که راست میگه اتوبوس ها همیشه تو جاده هن. یعنی میرسن دوباره را میفتن و اینکه مثلا به یه مقصد خاصی نمیرن که مثلا اونجا ثابت باشن، میرن دوباره برمیگردن. نمیدونم چجوری چیزی که متوجه شدم و بهتون بگم، ولی همین. شعرش هم جلومه، آدم ها عاشق رسیدنن مقصداشون تو چشم جا نمیشن، یعنی هی میرن باز از اونجا خسته میشن، شاید یه همچین منظوری داره. چیزی جالبی که من توی متن ترانش دیدم، به جای ورس و کورس نوشته قسمت یک، قسمت رو به جای ورس نوشته و به جای کورس نوشته همخوان. جالب بود. دست
دوستاش کلوس و مخت زبره، اما نگاهش به نرمی ترمه، اسمش عباس افغان گچکاره. نه کشیدن رو رویاش مالک، حالا دیگه خودش اوستا بناه، اما بنانی بنایی بنشه برشه که غربت خرابه و کاخ نداره. خب رفت یه کاراکتر دیگه که یه افغانستانیه. به افغانستانیه بچه ها نگین افغانی، افغانی واحد پولشونه و ناراحت میشن وقتی که اینجوری میگی. اینقدر کشیدن رو رویاهاش ماله که حالا دیگه خودش اوستا بناه، اما بنا نیست بنایی ب... چی؟ اما بنا نیست بنایی بناشه براش او اما بنا نیست بنایی اما قرار نیست بنایی، امارتی، کاخی، چیزی، خونهی براش برپا بشه، بناش بحال چه بحال گفته، اما بنا نیست بنایی بناشه براش حیف ایول بناه، اما بنانی بنایی بنشه براش حیف که غربت خرابه و کاخ نداره. تو از چپ و ول منو به تقارن خلایق، تنازوه بقای تکم و زوابت همش از جلو چشاش رد، قفص منو به تقارن خلایق، تنازوه بقای تکم و زوابت همش از جلو چشاش رد، قفصش کندسم و خونشونه حسارک، دلش تنگی کوچه های کابله، وقتی همه اون جایی که میگیرن کابله، میگه هممونیم گدای شاه، بیرید تو دستش میره پاووس امام رضا. این چند تا نکته داشت، حالا من دارم شعرش رو میبینم توی سانکلاد دارم نگاه میشنوم آهنگو، زیر شعرش رو نوشته و این قابلیت توی آهنگ فدایی هم داشت، من نمیدونستم که شعرش هم نوشته، نیم ساعت داشتم از خودم دوباره گوش میدادم با دقت. و اینکه خیلی باحاله یه سری چیزا رو گفت، تقارن خلایق، تنازع بقائه، من از روش هم نمیتونم بخونم، تکامل ضوابط، بعدش میگه قفسش گنده است، یه زندان برای خودی ساخته، اما خونش حسارک. حسارک یه شهر نزدیک کرج، ولی مثلا به اون زندان حسارک هم میخوره، باحال بود، خوشم آمد. و میگه همونیم گدای شاه. چی؟ یه بار دیگه. گدای شاه، بیرید تو دست، وقتی همه اون جایی که میگیرن کابله، میگه هممونیم گدای شاه، هممونیم گدای شاه. باحال بود. اون خانومم پیرزنم میخواست بره پابوس امام رضا، یه پابوس گفتش، اینم اوکی بود، گفتم مقصداشون یکی هم بس اوکیه. بیرید تو دستش میره پابوس امام رضا. اتوبوس های تأخیری، جاده های که ارزا نمیشن، آدم ها عاشق رسیدنه، مقصدشون تو چشا نمیشن. اتوبوس های تأخیری، جاده های که ارزا نمیشن، آدم ها عاشق رسیدنه، مقصدشون تو چشا نمیشن. ایول سعید دهقان چه باحاله. حالا من دارم ورس بعدیش هم یه تیکش رو دارم میبینم، قشنگه واقعا، بذار بخونه بعدش بگم. دیدی دل ترمینالا چقدر از آدم ها پره، یادت پدر چشم میذاشتی تا بچت یه کنجی جا بخوره. دیدی دل ترمینالا چقدر از آدم ها پره، یعنی پر از آدم هاست، بعد دلشون از آدم ها پره. تشبیه به حالی بود. توی کدوم آهنگ بود خدا، یا فکر کنم سورنا بود اگر اشتباه نکنم، که میگفت هزاران سلول دیدم توی آدم ولی هزاران آدم دیدم توی سلول، یه همچین شعری داشت سورنا فکر میکنم، که این الان منو یادمون انداخت. ببین آدم ها پره، یادت پدر چشمی زشتی تو بچت یه کنجی جا بخوره، جا خوردم غافلگیر کجام کنجست زل دنیا، تا بچت یه جایی جا بخوره، بچت به یه جایی برسه. بعد این یه جور دیگه میگه من جا خوردم غافلگیر شدم. خیلی قشنگه شعرش، یعنی مثلا نمیتونم اون حسی که ازش میگیرم و به شما بگم، خیلی خوبه حس شعرش، قشنگ یه تصویرسازی باحالی داره که دوست داری اینجوری لم بدی غرق شی توش.
تو زبره جا خوردم غافل گیر کجام کنج سزل دنیام تو زاویم رسد میکنم با دل گنجشک چشم عقاب ترمینال چه سری داره غم و شادی ها مسافرن اینجا خود واقعیت لایه لایه یه کتابه که بی نهایت سفستم و دریغ از یه قصه از سفر اوهو یه کتابه که بی نهایت سفست قشنگ بود اینجا میگه که هزار نفر اونجا هستن کلی آدم اونجا هستن که هر کدومشون یه داستان دارن بخوای مثلا از داستانشون سر در بیاری داستان زندگیشون سر در بیاری خودش میشه یه کتاب لایه لایه یعنی بخوای تو عمقش بری خیلی میشه زاویه دیدشو خوشم اومد بچه اگه از رخ بازم پیشنهادی دارین توی کامنت ها بنویسین یه مقیاس کوچیک‌تر از وطن اتوبوس‌های تأخیری جاده‌هایی که ارضا نمیشن آدم‌ها عاشق رسیدنن مقصدشون تو چشا نمیشن اتوبوس‌های تأخیری جاده‌هایی که ارضا نمیشن آدم‌ها عاشق رسیدنن مقصدشون تو چشا نمیشن میگن هر سفر شروعه یه آغازه و چرا به ترمینالا میگیم پایانه قشنگ گفت یه تضاد والی بهش داد هر سفر شروع یه آغازه اینجا باز یه مراعاتی کرد به ترمینال ها میگیم پایانه راست میگه پایانه جنوب پایانه غرب شرق جهان بینیش خیلی قشنگه اصلا نمیدونم شبیه ریاکشن نشد ولی خیلی خوبه قشنگ من غرقم توش بدون هیچ واکنشی میگن هر سفر شروع یه آغازه و چرا به ترمینالا میگیم پایانه یکی میخری آدامسه اینم این سفره مزدش کنم مزدش میپره درد زده به استخون قلم مسافرم تو جستجوی سفر بی آدامس دیدی مثلا یه ذره میخوری مزدش میره الان میگه سفرم بری دیگه از اونجام خسته میشی راست میگه شما وقتی یه سفرم میریم بعد از چند روز از اونجام خسته میشی مزدش میره بی جهت پرس و جوی جهت من از زمان یا زمانم کدوم بگذره که تباه نشم من از زمانم یا زمان از من اوه کدوم بگذره که تباه نشم خیلی خوبه پرس و جوی جهت من از زمان یا زمانم کدوم بگذره که تباه نشم از اون مادر پیرتر و از اون سرباز ترم سینه همه ما ترمیناله خالی شلوغ پر از دود شاید تصویر تو از خونه است که داره پخش میشه از این بلنگو اتوبوسای تأخیری شاید تصویرم سینه همه ما ترمیناله خالی شلوغ پر از دود شاید تصویر تو از خونه است که داره پخش میشه از این بلنگو اتوبوس سینه همه ما ترمیناله که بعدش میگه خالی شلو پر از زود تنهایی و سیگار و این داستانه رو داره میگه بعد یاد یه چیز دیگه افتادم ببخشیم اگه خیلی بی انرژی شدم بیا چیزه اصلا آهنگی من غرق کرد تو خودش انتظار نداشتم همچین چیزی بشنوم ولی نمیدونم همه جا دیدن که مثلا میگن دل آدم و دل یه سری آدم ها انگار بزرگ راه ترمینال فرودگاهی که مثلا یکی میاد یکی میره این داستانا من انتظار داشتم یه همچین چیزی شاید بشنوم وقتی مثلا شروع شد حتی ولی الان که داره تموم میشه خیلی تصویر قشنگتری ساخت برام دمت گرم آقای رخ تا حالا گوشت نداده بودم یا شاید هم گوش داده بودم کم ولی از این بعد خیلی بیشتر گوشت میدم خیلی خوبی جای تأخیری جاده‌هایی که ارضا نمیشن آدم عاشق رسیدنن مقصدشون تو چشا نمیشن اتوبوس‌های تأخیری جاده‌هایی که ارضا نمیشن آدم عاشق رسیدنن مقصدشون تو چشا نمیشن او 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 الان 3:50 تا 4:40 متن ترانه تموم شد میخواد ادامه بده؟
هی ول سایفه خان معنای واقعی آهنگ به تمام معنا بود، یعنی به تمام معنا از این لحاظ که هر خطش هر بیتش یه داستان داشت و شاید خیلی بیشتر از یه فیلم کوتاه محتوا ارائه کرد. دمش گرم، خیلی خفن بود، یعنی هر چی بگم از خفن بودنش به نظرم توی این مود از آهنگ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. نظیرشو تا حالا نشنیده بودم، به جرئت میگم نظیرشو تا حالا خیلی کم شنیده بودم، خیلی حال کردم. نمیدونم واقعا چه ریاکشنی داشتم چون خیلی غرق تو آهنگ بودم، قشنگ رفته بودم تو اون تصویرسازیه، ولی امیدوارم که لذت برده باشین و همین دیگه. خیلی چاکریم. سابسکرایب لایک یادتون نره بچه، لایک رو حتما بزنید. شما که ویدیو رو میبینید یه لایک هم بزنید، اصلا لایک خوشتون نیمد دیسلایک رو بزنید، من یه علائم حیاتی ازتون ببینم. خیلی چکیف، قربان شما، خدا نگهدار.